ما میتونیم بیایم یه سری متغیرهایی رو هم تعریف بکنیم داخل پستمن که بیاد کار ما رو راحت تر بکنه. یعنی چی؟ مثلا اینجا بیاید و یه بریس که بذارید، میتونید بیاید از مقدار رندوم مثلا یوزر آیدی، مثلا من اینجا بذارم رندوم اینت، یه رندوم اینت اینجا بین 0 تا 100، پس من میتونم اینجا انتخابش بکنم و دیتای فیک دیگه. حالا مثلا شما فرض کنید API هایی دارید، endpoint هایی دارید که در واقع تو سرور میتونه به دیتا ذخیره بکنه. های تست بگیری، میتونی بیای از این استفاده بکنی. مثلا این تایتل رو برمیگردم میگم random lorem title word، word داره words، میگه سام در واقع سام random words lorem ipsum، این یکی میگه random words lorem ipsum text. یعنی میتونه در واقع بیاد به صورت یه ذره دیتاش بیشتره، این یه مقدار کمتر، هر کدوم که دوست داره. مثلا words تایتل و اینم بیا اینجا و گزینه رندوم لورم پاراگراف و این 3 تا رندوم پاراگراف تولید میکنه، 1 دونه رندوم پاراگراف تولید میکنه. اینو گذاشتم و برام 1 دونه رندوم پاراگراف جنریت بکنه. اگر سند رو بزنی ببین میاد برات، دستش درد نکنه. ما رفتیم توی فرم دیتا، فقط یه رکورد ایجاد میکنه، بعد میرفتیم میبر که اینجا نشون بده. باز من اینجا رندوم اینت، یکی رندوم تکس، نه رندوم ورد رو میزنیم و یکی رو هم وردز میتونستیم بزنیم، بذار وردز بزنم، یکی رو هم بگیم رندوم پاراگراف، رندوم لورم پاراگرافز. و حالا بزنید ببینید براتون یه دیتای فیک. ببین اینجا یوزر آیدی خوش جنریت کرد، یه اسم گذاشت و اینم یه پاراگراف براتون دیتا فیک رو ایجاد کرد. پس میتونه برات به این صورت بیاد و دیتای فیک رو اصطلاحا جنریت بکنه. های دیتا بیشتر در موردش به دست بیاوری کافیست برید توی سایت پست من و حوصله کنید بشینید بخونید دیگه. حالا من اینجا هم اینترنت اینترنتم فیلتر شکن بهش وصله و امیدوارم که سریعتر بیاره. میتونه بره تو داکیومنتش این دیتا هایی که وجود داره بره در موردش بخونه. حالا واقعا سخت نیست، دیتا هاش رو میتونید چه بدم اینت ورز پاراگراف همین، بیاید راحت دونه به دونه خودتون شروع کنید به دیدن ببینید که خروجیش چیه. ولی خب تو خود وبسایتش داکیومنتاشو گذاشته، اگر بیاره من اینجا عکسش رو هم گذاشتم، میتونیم در واقع بیایم این قسمت و تو قسمت اسکریپت رفرنسز بیایید برید توی قسمت داکیومنت. من این هوم رو بزنم، سایت ریاکتی هم هست و هر ریکوستی که میدیم قشنگ چند لحظه درگیریم تا برای ما سایت رو بیاره. خب من واقعیت این رو از دو چیز در میارم، سرعت بیشتر بشه. بذار من اینترنت گوشی رو بدم و زمان بر نشه. خب ایشون که صفحه من رو برده، من میخوام برم بخونمش. لرنینگ سنتر رو میتونید بزنید برید سمت داکیومنتش دیگه، داکسش برید. اینجا ممکن شما در واقع چون اینجا الان لاگین هستید، اینجا هم به این شکل پستمنتون رو بیاره. خب پس من پستمن رو عوض کنم، اینجا تم اینم دارک بکنیم. برای چی اینجوری شده بود؟ من چون اینو دارکش کرده بودم، حالا به این صورت
میری تو قسمت داکیومنتش، میری تو این قسمت رایتینگ اسکریپت، و تو این قسمت رایتینگ اسکریپت که میزنی نباید رفرش بشه، و روی گزینه در واقع اسکریپت رفرنس که میزنی، این اسکریپت رفرنس پستمن جاوا اسکریپت رفرنس داره، داینامیک وریبل داره. حالا داینامیک وریبلش رو میتونید بزنید، و این دونه دونه از این مواردی که اینجا بود، مثلا رندوم، چه میدونم رندوم بولین، اینت، کلو، حالا مقدار کالر رو در واقع میاد براتون درست کنید. کالرش آرش افتاد پای من، فکر کنم کلر رندوم، مثلا هکس کالر، اینا رو همه رو براتون جنریت میکنه. در موردش هم کلی صحبت کرده، میتونید بیاید اینجا به شروع کنید در موردش بخونه. رو چیز سختی هم نیست، خیلی راحت میتونید بخونیدش. اینم بحث وریبل هایی که به صورت بای دیفالت اینجا وجود داره و میتونید ازش استفاده بکنید. بریم تو فیلم بعدی در مورد دیلیت و آپدیت هم صحبت بکنیم، و بعد بریم موارد بعدی.